با سلام آرزو هستم از فالکدی آرزو. سلام به شما نازنینان، خانم آقایون بزرگوار، دوستانی که بنده رو همیشه همراهی میکنین، چه دوستانی که جدیدن به جمعمون پیوستین، خیلی مقدم میگم خدمت تک تک شما بزرگواران، چه دوستانی که مرتبا بنده رو دیدین همراهی میکنین، از لطف محبتتون سپاسگزارم. انشالله که تنتون سلامت باشه و به مراد دل رسیدن رو برای تک تکتون از خداوند متعال خواهانم. الهی آمین. اما امروز سه‌شنبه 26 مهر ماه رسیدم خدمتتون با یک فنجان قهوه کلی روزانه. لطفا نیت کنید. بفرمایید. بسم الله. سه‌شنبه 26 مهر، فنجان قهوه کلی روزانه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو انشالله هر آنچه که نیت شماست توی این قهوه نقش ببنده و انرژی خوبی که به بنده انتقال میدی منم بتونم اون چیزی که میبینم تفسیر کنم خدمتتون. اول از همه با خبر خوش شروع میکنیم. خانم جوان موهای تیره دارم، قهوه‌ای خرمایی دارم براتون میبینم، دو تا خواهون داری، دو تا خواستگار دارم براتون میبینم، دو نفری رو دارم براتون میبینم که خواهان شما هستم. موفقیت احساسی عشقی رو در بر صحبت میکنم. خواستگار ازدواج، یعنی یک ازدواجی که به زودی براتون شکل میگیره، اما خواستگار رو به سمتی هستی، خانمی داره پادر میونی میکنه، آقای جوانی که داره به سمت قدم برمیداره، خانواده دارن به سمتش میان، خانم جوانی که موهای نسبتا کوتاه تیره ای داره جوان، حالا دوست شما هست کسی رو معرفی کرده، خانم جوانی وساطت داره میکنه، هرچی که هست نگاه شما به سمت شخصیه که آقایی که موهای نسبتا تیره دارم براش رو میبینم، هرچی بینی نسبتا درشتی روی صورت میبینم، قد و قامت کشیده بلند، با خانواده داره میاد، ولی معرفش باید باشه یا دوست شماست یا معرفش یک خانم جوانه موی تیره معرفی داره میکنه. انشالله که خوشبخت و عاقبت بخیر بشین. الهی آمین. اما از این من خانم آقای گذشته دار، ببینید هر دو گذشته دار دارم میرم براتون، ازدواج دارم براتون میرم، وصل شدن رو دارم میرم و زیر سقف رفتن رو دارم براتون میبینم. البته که سمت این خانم، ببینید خانم البته که به ازدواج بسیار موفق، چون تاج روی سر دارم میرم، یک ازدواج موفق، هر دو گذشته دار، خانمی جوان، آقایی که تقریبا میان سال دارم میبینم اتون، ازدواج موفق، اما از طرف خانم یا گذشته شما هستن یا یک شخصی هستش که حالا دوراد پشت سرتون دارم آقایی رو دارم میبینم، کسیه که انگار مرتبط با گذشته شماست، آقایی که جلوی مایی نسبتا خلوتی دارم براش رو میبینم، حالتی که انگار دور تا دور مو داشته باشن، قدری جلوی موی خالی باید داشته باشن، هیکل نسبتا پوری دارم میبینم، شخصی که انگار گذشته این خانمه، حالا همسر گذشته شماست، به نوعی ربط داره به گذشته شما و داره انگار کنجکاوی میکنه روی این ازدواج یا داره مخالفت میکنه با ازدواجتون، ولی شما جفت شدنتون رو ببینین، ازدواج موفق، تاجی که روی سر جفتتون دارم میبینم، انشالله که خوشبخت و عاقبت بخیر بشین. از این طرف هم ببینین اینجوری شخصی رو دارم براتون میبینم، ببینین کلاه سفید، صورتی رو که دارم میبینم، شخصی قدرتمند، قدرتمند منظورم حاکم، قاضی، وکیل، ببینیم به سمت شما و روشن روشن، اگر منتظر یه حکم، یک نتیجه، راه قانون، دادگاه هستین، روشن روشن دارم ببینم و رأی و حکمی که بزودی به نفع شما انشالله که صادر خواهد شد، صورتی که کلاهی که نشان قدرت یک حاکم، قاضی، رأی دادگاه از طرف وکیل قرار خبری بهتون برسه، هر چی هستش مثبت و روشن، انشالله خبری که به زودی به گوشتون میرسه انشالله که به نفعتون خواهد بود. الهی آمین. اما بریم برای ادامه فال، انشالله که فقط اخبار خوشش براتون رخ بده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینیم چه خبر. انشالله که قلباتون همیشه برای همدیگه بتپه انشالله. خب یه زندگی شکسته رو دارم ببینم. ببینید خانمی که هنوز چشمش به زندگی، ولی آقایی که داره دایره زندگی رو ترک میکنه، زندگی که پر از مشکل دارم براتون میدم،
ببینید زندگی شکسته دارم میبینم، دایره زندگی آقایی که تقریبا ریش و سیبیل دارم براشون میبینم، حالا عینک به چشمشون زدن، توی همچه خطی رو دارم بغلش براتون میبینم، تحریش و سیبیل دارم میبینم، آقایی که داره دایره زندگی رو ترک میکنه، ولی خانمی که حکم مادر رو داره پس قطعا به واسطه بچه هاش موندگاره، روش هنوز زندگیه، حالا یا بچه هاش کنارش هستن یا داخل زندگی هست به خاطر فرزندان، ولی آقایی که داره دایره زندگی رو ترک میکنه. خب کبوتری هم دارم براتون میبینم، یه خبر میاره ولی خبر پیروی خبری که میاره احساسیه، ولی احساسیه که قشنگ نیست، خبری رو به گوشتون میرسونه ولی قلبتون ناراحت میشه، یا خبری به گوشتون میرسه که همچنین خوشایندتون نیست، منتظر خبری هستیم ولی خبری که انشالله که برای شما رخ نمیده، ولی یه خبری که دلتون رو به درد میاره، آزارتون میده، متأثرتون میکنه، ناراحتتون میکنه، همچنین خبری داره به گوشتون میرسه. انشالله که خبرهای بد از تک تکتون دور باشه انشالله. اما بریم سراغ فال ما. خب اول از همه سقفی رو دارم براتون میبینم، سقفی که بسیار کدر دارم میبینم. توی زندگی یا تو محیط کارتون مشکل دارین، توی یک زندگی یا سقف مشکل دارم براتون میبینم، اما ابر روشنی که خوشگل دارم براتون میبینم، تو دلش نقش براتون بسه. زندگی یا محیط کاری که درد سر دارین، مشکل دارین، مشکلتون هم مالیه. ببینین سر ماهی، چشمشو ببینین سر ماهی، مشکل مالی دارین، مشکلی که زیر حالا تو محیط کارتون، تو فضای زندگیتون، هر آنچه که هست، ولی ابر خوشگلی که نشانی رزق و روزی و برکت، انشالله از مشکل مالی شما حل خواهد شد انشالله. خب اینجا اول نقش عینک رو داده بود، عینک کدر و تیره ای رو براتون دیدم، حالا شد که خط صاف کدر، اما اولش اگه دقت کرده باشین عینک تیره بود، عینک بدبینی، عینک شخصی که دائما انگار شک داره به کسی، کسی که انگار همیشه نسبت به افراد دور و بر شکاکه، یا شاید موجهه، شاید میدونه، مطمئنه، میدونه افراد دور و برش همچنین خیلی افراد مناسبی نیستن، هر آنچه که هست عینک بود، یه عینک کدر و تیره ای رو دیدم، دو تا صفحه عینک نشانه کدری و افراد شکاک نشون میداد. اما الان براتون یه راه افتاد، راه و مسیر رو دارین قدم برمیدارین، راه و مسیری که براتون سخت دارم ببینم، توی یک مسیری دارین قرار گرفتین یا قرار میگیرین که مسیر سختیه، راه و مسیر دشوار رو دارم براتون ببینم، حالا چه مسیر کاری هستش، مسیر هر قدمی که دارین برمیدارین توی یک مسیری دارین پا میزنین که یک قدری سختی براتون دارم ببینم، انشالله که این سختی برطرف خواهد شد. خب خانم جوان، موهای تیره، پوست روشن، جوان، آقای جوانی که بهش پشت کرده، یک دوستی، یک رابطه احساسی رو عرض میکنم، خانم آقای جوانی رو دارم میبینم، خانمی که متأثر و ناراحت، آقایی که پشت بهش کرده، ببینیم مقطعی، پوست روشن، موهای تیره، اسپورت، دختر خانم جوان، آقای جوان، مقطعی به هم پشت کردیم، دوستی که شکل میگیره، ولی خانمی که غمگین دارم میبینم، خانم جوانی که یا چشم انتظاری یا ناراحت از این ناراحتی، سرتون انداختی پایین و متأثری، اما این آقای جوان بر میگرده، ببینیم نیمروخ چشمش به سمت شماست، نیم نگاهی داره بهتون میکنه، بس برگشت این آقای جوانه به سمت هست میبینم، از این طرف آقای ببینی حالتی دارم میبینم کدری، مشکلاتی رو دارم براتون میبینم، پیرامون یک آقای جوان، ولی راهی که برات باز میشه، نگاهت فقط به مشکلاته، فقط داری مشکلات رو نگاه میکنی، این ور رو نگاه نمیکنی، فقط رو کردی به مشکلات، مثل میگن نیمه لیوانی رو که فقط داری خالیش رو نگاه میکنی، دقیقا الان حالت این آقای جوانه، موهای تیره دارم برات میبینم، فقط داری مشکلات زندگی تو داری نگاه میکنی، اگه رو تو برگردونی و روشنی زندگیت هم نگاه میکنی، متاسفانه دیدت فقط به مشکلاته. از این طرف ببینید مثل حالت یه ریشه است، خانمی که دارم میبینم یه زندگی مشترک رو عرض میکنم، ولی هر دو به هم پشت کردی، یک توی یک زندگی هستین ولی پشت به هم کرده، یک زندگی متأهلی خانم آقای که دارین پشت به هم کردی، ولی نه جدا میشین نه با هم سازش دارین، این حالت رو میتونم براش تعبیر کنم. خب تو
دل مشکلاتتون، وسط مشکلاتتون، روزنی روشن و روشنایی رو دارم براتون میبینم. در نهایت ناامیدیتون روزنی روشن، یعنی فکر میکنین اصلا قرار نیست براتون اتفاق خوبی رخ بده، حالا تو کارتونه، تو هر زمینه که دین قدم برمیده، تو احساسیتون هستش، ناامید ناامید، روزنه روشنایی رو دارم براتون میبینم که براتون روشن میشه، انشالله که راه براتون باز میشه، گشایشی تو کارتون میبینم. آقایی هم دارم میبینم که داره ورود میکنه به دایره زندگیتون برای حل مشکلتون. حالا میتونه یک دیدار و ملاقات با شخصی باشه برای حل مشکلتون، یه شخصی به عنوان بزرگتر داره مداخله میکنه بیاد مشکل شما رو حل بکنه. خب بریم برای این قسمت. خب ببینید از این ور تماشا بکنیم، از این ور نگاه بکنیم، چهره زیبا افتاده توی دایره زندگیتون. دارم میرم خانومی که گذشته دار هستی، خانومی جوانی که تقریبا جوان حالا رو به میان سال 30-40 این حول و حوش رو عرض میکنم، خانومی جوانی که گذشته دار هستی، حالا یه رابطه کات شده داری، هرچه هستش رو به روت رو دارم برای دوشم میبینم، انگار که ببینی، البته که برای دارم اونم چشمی که دنبالته، خانومی که چشمش دنبال زن. حالا شما جدا شدی، شما رابطه پشت کردی به زندگی، یعنی یه رابطه کات شده داری، اما هم آقایی که به نوعی بهت وصل بوده انگار چشمش هنوز دنبال شماست، اما خانومی که این وسط قرار گرفته و مانع شما شده، یا جداییتون به واسطه حضور خانومیه. ببینید خانومی که مانع شده، همسرت هنوز آقایی که موهای تیره داره، تریش دارم براشون میبینم، سیبیل دارم براشون میبینم، آقایی که ریشه شما بوده چشمش دنبال خانمشه، خانمی که قشنگ وسط قرار اومده وسط دل زندگیت و حضور رفتن شما رو دارم میبینم. مهری که روی سر شما خورده میشه، خانم جوان، حضور شخص سوم توی زندگی دارم میبینم، در صورتی که همسرت هنوز چشمش دنبال شماست، گذشتش رو، یعنی شخص جایی که به زندگی ورود کرده، ولی آقایی که همچنان با گذشتش دست از گذشتش بر نمیداره، دنبال گذشتشه، دوست داره گذشتش رو، احساس فوران، احساساتتون رو دارم میبینم، کوه آتش فشانی که براتون دارم میبینم، معنیش نشانی که داره اینه که احساسات عمیقتونه دارین بروز میدین، یا اگه نه بروز بدین، اگر کسی رو دوست دارین، نسبت به کسی حس دارین، بیان کنین، ابراز احساسات کنین، آتش فشان احساساتتون رو بریزین بیرون، بیان کنین، حستون رو عنوان بکنین، اینو بهتون معنی داره میده. خب این عدد دو هم به هم داره وعده میده پیرو یک سقف، حالا یا دارین سقف خونتون رو جابجا میکنین یا سقف کارتون هستش، در هر حالتی که هست براتون پرچم روشن دارم میدم، موفقیتی که انشالله نصیبتون میشه و خوشحالی و برد براتون دارم میبینم. چند تا آقا هم دارم میبینم، البته که دو تا آقایی که انگار به هم پشت کردی، یکی آقایی که تقریبا میاسه به بالا قدرتمنده و حالا دار موافق شما، پدر شما هستن، و آقایی که تقریبا سن و سالی کمتری داریم، میبینم خلاف جهت هم دیگه صورتتون رو دارم میبینم، آقایی که یکیشون رو به بیرون یکی رو به داخل هستش، هر چیزش یا به هم وصلی نسبت دارین و یا اینکه توی محیط کارتون هستش، به نوعی به هم ربط دارین، یکیتون سنش بیشتره، تو رأس قرار داره، قدرت داره، مثل مافوق، مثل پدر، ولی پشت به هم کردین، یا پدر و پسر، یا مافوق، رئیس و کارمند، همچه حالت دارم. خانمی جوان، زیبارو، پوست روشن، چشمای درشت، پوست سفید، موهای تقریبا قهوه‌ای، تیره دارم برات میبینم. خانمی که پشت سر شما داره پشت سرت حرف میزنه، خانمی گذشته دار هستی، جوان یا گذشته داری، یا اینکه پسر جوان، چشم دم گذشته نداری، خانمی جوان زیباروی مجردی رو دارم، موهای تیره، آقای جوانی که به چشم میگفته و خانمی که پشت سر داره حرف میزنه، شما داری راه خودتو میری، سرتو مسیر خودته، شخصی داره، پسری داره به توجه میکنه، شما اصلا توجهی هم به این آقای جوان نداری، ولی خانومی که پشت سرت داره همچنان حرف میزنه، سر طولاک خودته ولی باهات کار داره، پشت سرت حرف میزنه. خب یه چهره خبیث هم اینجا دارم براتون میبینم. ببینین یه آقایی که اصلا صورتش مثل روباه میمونه،
یه شخصیتی هیلگر دارم براتون میبینم. هرچی هستش که ببینیم پیرامون محیط کارتونه، تو محیط کارتون دقت بکنید خانم آقایونی که با آقایون در ارتباط هستین یا تو محیط کارتون با آقایون هم به نوعی ربط دارن، کار با تو میکنن. آقایی که چهره خبیثانه دارم براش، صورت مثل روباه هیلگر دارم براتون میبینم، آقایی که انگار نمیخواد شما به موفقیت برسین، حالا هرچه که هست صورت خیلی خبیثی دارم میبینم، تو یک فضا دارم میبینم، سقف کاریتون تو محیط کارتون مانع ترقی و پیشرفتتون میشه. حالا خانم یا آقایی هستین که دارین تو اون فضا کار میکنین، ولی آقایی که صورت هیلگر و مکار داره، مکاره، پشت سرتون انگار حرفی بزنه یا زیرابتون رو میزنه یا براتون مشکل حراشی داره میکنه، هرچه که هست نمیخواد شما به موفقیت برسیم. خب یه زنگوله هم دارم براتون میبینم، متاسفانه البته زنگوله که نیست، حالت تلفنه ولی کدر دارم میبینم، یه خبری به گوشتون میرسه، زنگ و تماس، پیام، خبر، هرچه که هست، تلفن کدر دارم براتون میبینم، خبری به گوشتون میرسه که به همتون میریزه یا خوشایندتون نیست. حالا یا به شما ربط داره یا به شما اصلا موضوع ربط نداره، ولی شما از شنیدن این خبر ناراحت میشین. خانمی که ببینین، خانم یا آقا، چهره گویا نیست، سرش انداخته پایین، غمگین دارم ببینمت، سرت انداختی پایین، موفقیتی که نصیبت میشه، خب بذارین چرا بهتون بگم خانمه، چون آقایی که بهت پشت کرده، خانم جوانه، موهای تیره، سرتو انداختی پایین، موفقیتی که برات دارم میبینم، آقایی که موهای تیره داره، سیبیل، تریش، میانسال، بهت پشت کرده، خانمی گذشته دار، آقایی بهت پشت کرده، آقایی که ریشه داره، آقایی که متأهل، فرزند داره، بهت پشت کرده و ولی موفقیتی که دارم میبینم، پس قطعا برگشت دوباره این آقاست که موفقیت بینتون افتاده، برمیگرده به سمتتون. خب درختی که دارم براتون میبینم، ببینید درختی که داره همینجور شاخ بر، خانم جوانی که، خانمی که جوان حالا نمیدونم، ولی موهای تیره بلند، نیمروخش رو دارم میبینم، پوست روشن، چشم درشت، موهای تیره داری، شاخ و برگی که دارم برات میبینم، یا تعدد فرزندانه یا بارداریتونه، انشالله که هر چه که نیتتون هست به مراد دلتون برسین انشالله. آقای میانسالی هم که داره دایره زندگیتون رو ترک میکنه، حجی براشون کسالت دارم میبینم، حالا راهی بیمارستان دارم میشم، راه درمان دارم میرن، کسالت دارن، حالا هر چه که هست آقای تقریبا سن و سال به بالا، میانسال به بالا، کدر دارم میبینمشون، دایره زندگیتون دارن ترک میکنم، کدریشون از بابت مریضی عرض میکنم، و خانمی که خیلی نگرانشون هستن، دنبالشون دارم میرن، همراهیشون میکنم، راهی بیمارستان دارم میشم، بستری دارم میشن، یا دارین میسارینش جایی بنده خدا رو، شاید هر جز دایره زندگیتون رو ترک میکنه، و خانمی که پشت سرش غمگین دارم میرم، خانمی که تقریبا میان سال، ببینیم موهای قهوه‌ای خرمایی همچین رنگی دارم براشون، روشن دارم میبینم، گریه داره میکنه، عشق میریزه و داره ایشون میبره، راهی میکنه، یا داریم میذاریم ایشون رو توی خونه سالمندان، یا دارم میرم بیمارستان، هرچی هستش که سن و سالی از میان سال به بالا. خب آقای جوانی هم دارم اینجا میبینم که به آرامش میرسه، حالا هرچی هستی سختی رو پشت سر گذاشت، آقای جوان ببینی همچنین خوابیده، لم داده، پاهاش هم ببینی بالا، انگار روی چیزی گذاره، دسته مبلی جایی گذاشته باشه رو، حالا هرچی هستش، حالتی دارم میبینم آقای جوانی که به آرامش رسیده، سختی رو طی کرده، گذر از سختی و به آرامش رسیدن رو برای آقای جوان دارم براتون میگم، یه سفرم براتون دارم میگم، راهی یک سفر میشین، سفر داخلیه، خارجی نه، از یه شهر به یه شهر رفتن رو دارم براتون میبینم، هرچه هستش از هر جایی که دارین گذر میکنین پر از درخته، یک راه و مسیری که درخت فراوان داره، یک سفر داخلی، شهر به شهر. خب اول از همه بزنیم بتونیم عروسی، خبر از ازدواج خانمی رو بگم، آقایی که داره به زندگیت ورود میکنه، خانم جوانی رو دارم میگم، یا رابطتون دوستیه، یه دوستیه که داره آقای جوان داره به سمت موهای تیره، داره به سمت خانم جوان قدم برمیداره، جا اصلا چشم انتظاره، منتظری، یا با هم قول و وعده‌هاتون رو گذاشتین، حرفاتون رو زدین، چون داره به سمتتون قدم برمیداره، یا دوستیه داره به نتیجه میرسه، یا همدیگه رو میشناسین چون منتظرین و ایشون داره به سمتتون قدم برمی‌داره و خیلی هم زودی اتفاق میفته، آقایی که داره قدم به سمتتون برمی‌داره،
پسری از دل زندگیتون داره میره خواستگاری، آقای جوانی که قصد خواستگاری داره، خانمی که جوان، موهای قهوه‌ای همچه حالتی دارم براتون میبینم، خانمی جوان که مادرش اصلا منتظره یه ازدواج موفق صحبت میکنم، حالا آقا چه، حالا خانم یا آقایی که دارم میبینم، مادری که دهنش حیرون مونده، یا مادر یا اعضای خانواده، خانمی که خانم دیگه هم تو این زندگی حضور داره که دهنش باز مونده، یک ازدواج موفق، ازدواجی که انگار همه شوک میشن، یا تو دهن چی میگن، همه حالتی که خوشاینده، دیگه ازدواج عالی، ازدواج ایدئال، اون چه که برازنده هم هستیم، برای هم ساخته شدیم، انشالله خوشبخت بشیم. خب یه شراکت هم دارم براتون تو زمینه کار دارم براتون میبرم، تو یک زمینه کاری دارین شراکت کاری، رو یک راهیه که با کسی دارین انگار قرارداد مالی یا راهی کار داریم، کاری که دارین میکنین پرسوده، چون ماهی روشن خوشگلی که دارم براتون میبرم، شراکتی که براتون نفع داره، دو نفر دارین شراکت، شراکتتون هم هر دو نفرتون جوان هستین، دو تا آقای جوانه یا دو تا خانم جوانه، یا دو تا آقا یا دو تا خانمه، میگم اصلا چهره کف فنجون و اینقدر هم کمرنگی که نمیفهمم، فقط دو تا راه، دو تا خانم یا آقای جوان، شراکتی که داری با هم راه میندازی جوان، و ازش از قبل این کار پول خوبی نصیبتون میشه انشالله، انشالله هم برای خانم ها اتفاق بیفته هم برای آقایون محترم. خب شخصی وفاداری توی زندگیتون دارم براتون میبینم، شخصی که بهتون متعهده، کسی که متعهد به زندگیشه، متعهد به کارشه، یک شخص متعهد، شخصی وفادار، حالا کسیه که تو دوستی تو میتونه باشه، کسیه که بهتون ببینی نمادی افتاده، پس یا خانم یا آقایی هستش که به دوستیش متعهده، توی زندگیش متعهده، یا توی محیط کارتون آدم متعهدی هستین، وفادارین. خب شین، ش، الف، ش، الف، یه، شین، الف، یه. ببینید راهی که داره براتون باز میشه، داره شما را از یک تردید میاره بیرون و یک راه روشن داره براتون باز میشه. توی تردید قرار گرفتین و از این تردید خلاصی پیدا میکنین. هرچستیش که پیرامونه نمیدونم حالا چه کاری میخواییم بکنین، توی یک مسیر دارین قرار میگیرین، میخواییم توی یک مسیر قدم بگذارین، کار، صحبت کار دارم میکنم، توی یک مسیر کاری میخواییم قدم بردارین، مرددین، ولی حالا یا ایشون شخصی که داره شما رو کمک میکنه، یا شما هستین که دارین کسی رو کمک میکنین و از این تردید میرینش بیرون، ورود میکنه به یک بازار کار، قدم توی یک راه کاری دارم میبینم میذاره. خب یه ازدواج عقب افتادم دارم براتون میبینم، یک دایره بزرگ، یک ازدواج که هی داره انگار به تعویق میفته، هی داره عقب میفته، حالا بنا به هر دلیلی هست، هی وعده وعده وعده، زمان داره میبره، حالا چرا نمیدونم. خب آقایی که موهای تیره دارم میبینم براشون، پوست روشن، میان سال، و کنارشون هم دارم یه آقای دیگه دارم براشون میبینم، آقایی که چند تا آقا سریال ردیف به همینجور سری همینجورم آقا دارم ببینم، یه آقایی تقریبا میان سال، یه آقایی که تقریبا جوان دارم ببینمشون، خانمی جوان دارم ببینم. ببینید توی یک فضای انگار دور تا دور، یه فضایی رو دور تا دور وایسادین، حالا کجاست که همه مثل حلقه، حالا حلقه میتونه یه مشارکت باشه، حلقه میتونه یک با هم دیگه داری مشارکتی میکنی، یک کاری که دوره با هم یه تعداد نفرات، خانم و آقا، جوان، همه تو هر رنج انگار هستی، هر رنج سنی من دارم میبینم، با هم دیگه داری یک راه دلی رو میرین، با میل و ارادی خودتون یا به خواست خودتون قدم تو یک مسیری داری میگذارین، یک مشارکت دست جمعی، خانم، آقا، فرزند و قلب شاد، یک مشارکت دست جمعی رو در مرتبه که موفقیت نصیبتون میشه، همه تون روشن روشن دارم میبینم اتون. و یه متاسفانه کنار این دارم متاسفانه حالی خوشبختانه انشالله که هرچه خیلی براتون اتفاق بیفته، یه کاتی دارم براتون بودم، این قیچی افتاده، مهر طلاق نیست، حالا میتونه یک ازدواجی باشه که داره به هم میخوره، یک رابطه احساسیه که داره به هم میخوره، جدایی، یک قیچی، یک کاتی دارم براتون میبینم.
ببینین افزایش مال دارم براتون میبینم، ولی به افزایش مالی که حالا البته که دور از جون تک تکتون و انشالله که تو جمع ما همچنین شخص حضور نداره، ولی مالی که از راه درست نیست، راهی که خط خط دارم براش میبینم، حالا از یک راهی که انگار پولی که داره دستتون میاد و حالا یا کسی که داره این پول رو بهتون میده ناراضیه، یا خودتون از یک راه درست این پول دستتون نمیرسه، یا از یک توی مسیر قرار گرفتین که پولی دارین به دستتون میرسه که پول قشنگی نیست، یه قدر کدری دارم روی این پول دارم ببینم. حالا دور از جون میتونه یک مال حرام باشه یا یک پولی که مال یک یتیم باشه کسی داره میخوره، این هم میتونه باشه. خب خنجر که ببینین، خنجر که دارم ببینم یه دعوا، نزاع، درگیری و مشاجره را داره نشون میده، یه نزاع و درگیری دارم براتون میبینم. حالا هرچه هستش ببینیم خیلی از شما دور نیست، انگار شما به نوعی تو این قضیه دخیل هستین، یا یک دعوایی هست، یه بحث و مشاجره هست که ممکنه شما خودتون رو بخواید تو این قضیه دخیل بکنین، دخالت بکنین تو این قضیه، یک بحث و جدایی یا دعوا و درگیری، نزاع، خنجر. و یک مهر کاتی هم دارم براتون میرم، جدایی که داره رخ میده و یه طرف ببینید براتون رو پرچم صلح دارم براتون میرم، یک جدایی داره رخ میده، مهری که داره خورده میشه ولی پرچمی که برافراشته میشه، حالا به نشانه این که یا جدایی که مسالمت آمیزه، یعنی خودتون با میل و رغبت خودتون داره میرین جدا بشین از همدیگه، کات جدا بشین با میل و رغبت خودتون، مسالمت آمیز داریم میریم با همدیگه، راه جدایی رو داریم پیش میگیریم و جدایی که شکل میگیره. خب خانم جوانی رو دارم میبینم، موهای تیره، پیراهن با شکوه ازدواج، داریم گام میذاریم خودتونین، خانم جوانی که اگه تو درخونه هست و قصد ازدواج داره، پیراهن مجلل یا همین امروز فردا مراسمتون عروسیتون هست، یا اینکه به زودی خبر ازدواج شما یا از نزدیکان شما درجه یک های شما به گوش دیگران میرسه. خانمی که دارم میبینم لباس با شکوه ازدواج رو به تن کردی، به آقای دامادی که لباس دامادی رو به تن کردی که مبارکتون باشه انشاءالله، و مادری که داره زوق میکنه، مادر داماد چه آراستم دارم میبینمشون، پوستی روشن، موهای تیره، خانمی که تقریبا هیکل داره، پشت داماد داره از خوشحالی داره میخنده، لبخندی که به لب دارم میبینم، ازدواجی که بسیار زیبا داره نقش میبنده، خانم جوان، آقای جوان. خب ببینیم چکش افتاده، چکش ببینیم خود چکش اگه بخوایم صحبت بکنیم کلا معنیش سختی، مشکل، یا کارتون مرتبط با چکش هستش، کاریه که داری میکنی، یا حکم و رأی دادگاه هستش، ولی کلا میتونه این حالت باشه. معنی که برای چکش میتونم بکنم این هستش که سختی، با کاری که با سختی و زحمت دارین انجام میدین، زحمت فراوان داره و با زحمت به نتیجه میرسین. حالا هر کاری که قدم توش گذاشتین با زحمت فراوان ولی نتیجهش رو میگیرین، تش نتیجه داره، خوشحالی که بعد از یک سختی دارم براتون میبینم، کار پر دردسری که تش نتیجه مثبت براتون داره، روشن داره. خب یه سری دردسرهای کوچولو و گرفتاریهای کوچیک هم دارم براتون میبینم، حالا یا خودتون دارین برای خودتون دردسر درست میکنین، یا در کسی براتون داره دردسر درست میکنه، یه سری دردسرهای کوچیک کوچیک دارم براتون میبینم. خانمی هم دارم میبینم که پوست روشن، موهای تقریبا تیره داره، تقریبا میان سال، نشستی کس کردی، سرتو انداختی پایین، بچه هم تو بغلت دارم برات، دو تا هم بچه دارم برات میبینم، دو تا فرزند داری، سرتو انداختی پایین، غمگین و ناراحت و تو فکر آقایی هستی یا خانوادی هستین که اینقدر غمگینین، چون سقف کدری که دارم برات میبینم، زیر یک سقف کدر دارم برات میبینم، و آقایی که پشت سرت دارم میبینم، آقایی که پوست روشن داره، جلوی موهای نسبتا خلوت داره، دور تا دور مو دارم براشون میبینم، خانمی که موهای تیره داری، دو تا فرزند دارم برات میبینم، تو دامنت هستن،
دو تا فرزندی که تو آغوشت گرفتی، حالا فرزندی که تو آغوش گرفتی، من که دو تا فرزند دارم براتون میگم، ولی زیر یک سقفی که خیلی خوشایندتون نیست. مادر و فرزندان رو کنار هم دارم میبینم، ولی آقایی که پشت دارم میبینم، انگار که آقایی که یا ازشون فاصله گرفته، یا خانم و فرزندانی که از این آقا پدر ریشه پشت به این آقا کردن زیر سقف، یا از دست این آقا ناراحتن یا پشت کردن به این آقا، یا آقا اصلا کلا از زندگی فاصله گرفته، چون کنار دارم ببینمش، پشت این خانواده دارم میرم، پشت خانم و دو تا فرزند. خب شخص هم داره بهتون دهنکجی میکنه، کی داره بهتون دهنکجی میکنه؟ کیه که حالتی که کاری داره، کاری کردین یا یه کاری به هر حال ببینید شخصیتی آقا رو ببینید، آقا یا آقایی رو باید بشه که به هر حال دهنکجی یعنی توهین. کسی که داره بهتون بی‌ادبی میکنه، کسی که اون چیزی که رفتار شما باید با شما رفتار بکنه نمیکنه، یا اون چیزی که در شأن شما هست با شما برخورد نمیکنه، خلاف اون چیزی که شما هستین داره باتون اخلاق بی‌ادبانه دیگه، بی‌ادبانه برخورد کردن رو دارم صحبت میکنم. به هر حال مبلغ پولم دارم براتون میبینم به عدد یا 65 میلیون یا 6 میلیون و 500 چیزی زیادی هم مبلغ مبلغیه که به زودی هم انشالله به دستتون میرسه، چون تایم زیادی نمیبینم، زمانی که جایی افتادی که تقریبا نزدیکه، شاید که به مدت خیلی کوتاه براتون بیفته. فقط حواستون رو جمع بکنی. ببینید دو تا سقف دارم براتون میبینم، سقف سقف، حالا آقای که سر گرد دارم میرم، آقای و خانمی هستین که صورت اصلا پیدا نیست، یه دایره گرد دارم براتون میبینم. ببینید حالا آقای و خانمی هستین که دارین توی کاری قدم برمیدارین، خانمی که داره با تو مخالفت میکنه، ببینید دهن باز انگار داره میاد راهتون رو سد بکنه، نذاری که این کار انجام میده، پشت سر داره میاد بگیرتتون، ولی شما دارین این کار کاری میکنین که دو تا سقف کدر رو دارم براتون میبینم. انگار حالا توی مسیر قدم میذارین، تعبیرش میشه از چاله به چاه افتادن. دقت کنید، گاه توی وارد یه کاری میخواییم بشین یا حرکتی میخواییم انجام بدین که دارین ناآگاهانه دارین قدم برمیدارین، از چاله به چاه دارین میفتین، و شخصی که خانمی که دارین انگار از پشت میکشتتون، نذاری که همچه اتفاقی براتون رخ بده. قدر احتیاط بکنین لطفا. خب اینم از فال امروز، امیدوارم که از این فال لذت برده باشین و راه و مسیرم که به زودی براتون باز میشه، نشانه خوششانسیتون، انگار یه راهی براتون باز میشه که شانس اقبال انگار باهاتون یار هست، انشالله همیشه باهاتون یار باشه، چون نر و راه روشنی که دارم براتون میبینم، تو هر مسیری که دارین قدم برمیداری انشالله که بخت با شما یار باشه انشالله. اینم از فال امروز سه‌شنبه 26 مهر ماه، فال قهوه کلی روزانه. امیدوارم که از این فال لذت برده باشین. تا دیداری بعد باهاتون خدافظی میکنم و آرزوی سلامتی برای تک تک شما بزرگواران. ایام به کامتون باشه. فالکدی آرزو، تا دیداری بعد، خدا نگهدار.